بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنى. یکی از مواردی که بسیار جای تأمل و تدبر در ضمن آیات قرآنی رو برامون باعث میشه و اسماء و صفات پروردگار متعال مرتبط با محتوای آیات وجود داره، ورود صفات و اسماء معینی بعد از کلمه توحید یا شهادت یکتایی پروردگار متعال هست. ارتباط اسماء و صفات پروردگار متعال با محتوای توحید و یکتاپرستی در واقع یک ارتباط مستقیم و همه جانبه هست، به این معنا که همانطوری که محور مفاهیم و معانی قرآنی بر توحید و یکتاپرستی دور میخوره، توحید و یکتاپرستی هم بر شناخت صفات و اسماء پروردگار متعال قائم هست. بر این اساس آیه هشتم سوره طه که قبلا هم بهش اشاراتی داشتیم، الله متعال در بخش آغازین این سوره که وصف رب ذوالجلال رو در بر داره، رحمانی که خالق و حاکمیت و سلطه جهان رو در اختیار داره، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى، تمام اون چیزی که در آسمان و زمین هست همه در اختیار او هست و اون چیزی که زیر حتی خاک هست هم باز در اختیار او هست و در ملک او هست، همه چی رو اطلاع داره، و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، همه چی رو میدونه، اگر حتی چه صدای آشکاری داشته باشه چه پنهان، در مجموع سر رو آشکار شما رو میدونه. در آیه هشتم الله متعال میگه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، الله متعال نیست معبود به حقی مگر او که اسماء حسنا از آن او هست. به خاطر این ما مکرر این موضوع رو تأکید کردیم که ارتباط اسماء الله الحسنا و صفات پروردگار متعال با توحید و یکتاپرستی رابطه بسیار تنگاتنگ و دقیقی هست و به هر تناسبی که ما بتونیم شناختی بیشتری نسبت به صفات و کمال صفات پروردگار متعال حاصل کنیم، به همون تناسب خواهیم تونست توحید و یکتاپرستی رو درک کنیم و به همین صورت در ارتباط با وظایفی که تفکر توحیدی برامون تعیین کرده هم یقین کامل داشته باشیم و هم حس مسئولیت جدی و عملی داشته باشیم. توحید و یکتاپرستی گفتیم که بحث یکتایی وجود نیست که فقط ما بگیم الله متعال تنها موجود خالق جهان و آفرینش هست، کسی در خلقت با او مشارکت نداشته، تنها او هست که آفریدگار هست. توحید و یکتاپرستی در واقع مبنای او این اون یکتایی الله بر در خلقت هست، اما خود یکتاپرستی ابعاد متعددی رو داره که این ابعاد و این جنبه ها در ارتباط مخلوق با خالق شکل میگیره، ارتباطی که بر اساس عبودیت تعریف میشه. و وقتی که میگیم لا اله الا هو، در واقع
میگیم نیست معبود به حقی، اله به معنای در واقع معلوه یا معبود هست، شایسته عبودیت رو داره مگر او. و عبودیت هم فقط در اطاعت تعریف نمیشه، بلکه علاوه بر اینکه اطاعت مطلق در اون وجود داره، اصل عبودیت بر الوهیت هست. و الوهیت در واقع بر دو اساس وابستگی و دلبستگی شکل میگیره که باز هم مرتبط با کمال اسما و صفات پروردگار متعال میشه. وابستگی و دلبستگی که حاکمیت اعلا رو او میدونیم و اختیاردار همه خلائق رو او میدونیم و حاجت روای مطلق رو او میدونیم و یاری رسانی که به همین صورت در هر شرایطی میتونیم ازش کمک بخوایم و حمایت از او طلب بکنیم رو او میدونیم و پناه جستن رو در درگاه او جایز میدونیم و از او خواستن رو عین عبادت و اطاعت میدونیم و در انتها عبادت و مظاهر عبادی رو هم خاص برای او میدونیم، چون شایستگی اینها رو فقط او داره. بر این مبنا که اسماء الله الحسنا در واقع پایه و تأسیس لا اله الا الله یا محتوای توحید رو در بر داره، برخی از اسماء الله الحسنا در ضمن آیاتی که محتوای توحید رو یادآوری میشه اومده که تأکید بر اون صفات رو داره، در ضمن در عین حال که از تمام اسماء و صفات پروردگار متعال، تمام اسماء الحسنا با لا اله الا الله در ارتباط هست، برخی از صفات و اسماء به طور مؤکد و به طور اساسی تر ارتباط اونها با توحید و یکتاپرستی در آیات قرآن کریم بهشون اشاره شده که ما برخی از این آیات رو با هم نگاهی میندازیم. اولین موردی که برامون جای تأمل رو داره این هست که در خاتمه آیه 163 سوره بقره الله متعال در ابتدا میگه و الهکم اله واحد، اله شما اله یکتا هست، یعنی معبود شما یکی هست، اله معنای معلوه و معبود یکی هست، لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست مگر او. در این خاتمه دو صفتی رو میاره که در واقع کل قرآن با این دو صفت آغاز میشه، یعنی کل سوره های قرآن با این دو صفت آغاز میشه و اون الرحمن الرحیم هست، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. تناسب یکتاپرستی که در محتوای این آیه در واقع رو شکل میده، الهکم اله واحد لا اله الا هو، این در واقع به طور مختصر و جامع یکتاپرستی رو تعبیر کن هست، با الرحمن الرحیم در واقع برمیگرده به رحمتی که برای عام و خاص در دنیا و آخرت بدون حد و حساب از الله متعال برای به همه بندگان قابل شهود هست. در گفتیم که رحمان و رحیم در واقع کثرتی رو از رحمت میرسونه که هیچ قابل شمارش و قابل حد و حساب گذاشتن نیست، اگرچه برخی ها رحمان رو گفتن رحمان دنیا و آخرت هست و رحیم فقط برای آخرت هست، رحمتی که برای آخرت برای مؤمنین هست، ولی در مجموع این دو صفت با هم که اولی کثرت رو میرسونه و دومی وسعت رو، این صیغه رحمان که بر وزن فعلان هست کثرت ارتفاع رو بیشتر در بر داره و رحیم که بر وزن فعیل است کثرت ارضی رو در بر داره، یعنی با کثرتی که از هر جنبه‌ای بتونیم اون رو بی حد و حساب در نظر بگیریم، حالا چه بحث دنیا باشه چه در بحث آخرت باشه. این دو صفت در عین حال که
خب در ابتدای هر سوره‌ای با بسم الله یاد آوری میشه تا مظهری از مظاهر کمال رحمت الله متعال رو در ضمن این هدایت ربانی در نظر داشته باشیم، با محتوا یا با مفهوم توحید و یکتاپرستی هم میاد و یادآوری میشه. میخوایم ببینیم که رابطه این دو صفت با یکتاپرستی چی میتونه باشه. در واقع گفتیم که اون چی که ما به عنوان یکتاپرستی ازش یاد میکنیم بر مبنای یک باور هست و اون باور نوعی از رابطه ای رو بین مخلوق و خالق پدید میاره که اساس اون گفتیم وابستگی و دلبستگی هست، محبت هست. وجود خودش رو وقتی که انسان از اون میدونه، انسان مؤمن، و تمام رحمت های بیکران پروردگار متعال رو اعتراف میکنه و حس میکنه و در کمال این رحمت ها هدایت او رو شاید هست، چه میخواد هدایت خلقی باشه که در خلقت ایجاد شده و همه خلائق از جمله تمام ارگانهای بدن من انسان در چارچوب هدایت الهی انجام وظیفه میکنن، و چه میخواد هدایت تشریعی باشه که الله متعال در ضمن رسالت انبیا برای بشر فرستاده و بشر منت نهاده. هر دوی این هدایت، چه تکوینی و چه تشریعی، همه اینها در واقع مظاهر بسیار برجسته و بسیار با ارزشی هستند از رحمت پروردگار متعال، و این رحمت هست که در واقع ما رو در ما بذر محبت و بذر علاقه و به همین صورت ارتباط با پروردگار متعال رو پدید میاره. اطاعت رب ذوالجلال یا در واقع عبادت مطلق پروردگار متعال با هر نوع اطاعتی متفاوت هست. اطاعت های مختلفی که صورت میگیره، خب میتونه بالاجبار باشه، میتونه در مقابل طمع و آز باشه. حتی مشرکین اون چی که در مظاهری از مظاهر عبودیت رو در قبال بت‌های خودشون انجام میدن، خب این اونها از این بت‌ها هیچ نوع مظهری از مظاهر رحمت و به همین صورت لطف رو شاهد نبودن که بینشون صمیمیتی باشه. فقط بهشون این القاء شده که اینها توان و قدرتی رو در اختیار دارن، یا به اینها خلافت یا نمایندگی داده شده از جانب خالق هستی که اینا میتونن براتون کار رو انجام بدن. اما اینکه به طور دقیق افراد یا انسانهایی که باور دارن به این بت‌ها به هر شکلی میخوان باشه، چه میخواد در قالب مرده‌ای باشه چه در قالب زنده‌ای باشه که قداست بهشون داده میشه، در هر قالبی باشه، هیچ نوع اثری از آثار مودت و رحمت رو نمیتونن هر کسی حس بکنه چون باشون تجربه نکرده. اما در ارتباط با خالق هستی، با رب ذوالجلال، رحمت او در هر نقطه و در هر لحظه و در هر صدم ثانیه میتونیم ما احساس بکنیم. هر نفسی که میکشیم و هر ذره‌ای که میبینیم و هر حقیقتی که شاهدش هستیم، همه این جهان، همه ذرات این آفرینش در واقع مظهری از مظاهر این رحمت پروردگار متعال تلقی میشه. هر لحظه‌ای که ما سپری میکنیم، هر نعمتی که در سایه اون داریم زندگی میکنیم، همه اینها منبعی داره و منبع اون رو هیچ کسی نمیتونه بگه که نمیدونم ولی بود هست که به ما این امکانات رو در اختیارمون گذاشته، نمیدونم قبری هست یا امامزاده ای هست یا بودا هست یا مسیح هست، هیچ احدی نمیتونه این ادعا رو بکنه. همه اینها
همه باید این اعترافو دارن که یک خالق هستی هست که همه اینها رو ما داده و همه اینها رو در واقع او هست که در اختیار داره. و اون کسانی که در قالب مفاهیم شرکی به دیگران هم چیزی رو نسبت میدن، قدرتی رو، توانی رو، باز هم منبع این توان و قدرت رو از الله متعال میدونن با دروغی که به الله متعال نسبت میدن که اینها از الله متعال این مقام رو حاصل کردن، باز هم منبع اصلی رو الله متعال میدونن. در نتیجه اون چیزی که ما به عنوان مبنا و اساس همه رفتار عبادی خودمون تلقی میکنیم یه رابطه محبتی و حبی هست که در دل ما نسبت به رحمت الهی ایجاد شده و مظاهر رحمت الهی که بهش اعتقاد داریم و میبینیم و شاهدش هستیم و لمسش میکنیم. لا اله الا هو الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم بودن پروردگار متعال وسعت این رحمت هست که ما رو به او وصل میکنه و قطع شدن از اون رو برام موجب حراس و موجب تنگی صدر و سینه میشه. این اولین موردی هست که در سوره بقره محتوای توحید میاد و بعد از اون یادآوری میشه الرحمن الرحیم، تا اینکه این دو صفت یا این دو کمال صفت رحمت پروردگار متعال رو در ضمن عبادت و در فعالیت های عبادی خودمون به درستی حس کنیم و رفتار عبادی ما با میل و رغبتی باشه که نشأت گرفته از این باوری هست که الله متعال منبع همه اون چیزی هست که ما در اختیار داریم و اون ارحم الراحمین و اون الرحمن الرحیم تنها موجودی هست که صلاحیت و شایستگی عبودیتی رو داره که در قالب اون عبودیت تمام مظاهر عبادی در قبال او ارائه میشه، در زیر چارچوب این عبودیت اطاعت مطلق از شریعت و قانون او میشه، در چارچوب این عبودیت از او کمک خواسته میشه، در چارچوب این عبودیت از او پناه خواسته میشه و به او پناه جسته میشه و در چارچوب این عبودیت عاقبت و نهایت صحیح و درست رو انسان امیدوار هست. این اولین موردی هست که ما میتونیم در ضمن آیاتی که یادآوری میکنه محتوای توحید رو ما شاهد باشیم. مورد دومی که باز هم جای تأمل رو داره بعد از دو صفت الرحمن الرحیم، دو صفتی هست که باز با هم به طور زوج در ادامه تثبیت مفهوم و محتوای توحید در دو سوره بقره و سوره آل عمران به چشم می‌خورند. الله لا اله الا هو الحی القیوم. الحی القیوم. این دو صفت که در پی توحید یا محتوای توحید در سوره بقره اومده و سوره آل عمران هم سوره آیه دوم اومده، در حقیقت باز مبنای همون تفکر توحیدی رو در بر داره که صلاحیت رب ذوالجلال رو در این باب برامون تأکید کن هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. تأکید بر این دو صفت حی و قیوم بعد از توحید و یکتاپرستی در واقع برامون این مبنای اعتقادی رو شکل میده که کمال ذات
و کمال صفات از آن خالقی هست که تنها او هست که شایستگی عبودیت رو داره. الحی حیات، بقا، و بقا و حیات، خب هر موجودی وجود خودش رو از او کسب کرده و در یک محدوده زمانی معینی وجود داره، چه صفاتش و چه ذاتش. الله متعال حی، حی لا یموت هست، حدی در وجودش نیست و حدی برای صفاتش نیست. قیوم هست، قائم به خلائق هست، قیمومت و سرپرستی دائم و پایدار همه رو در اختیار داره. هر کسی در یک حد و حدود معینی الله متعال بهش قیمومت داده، ولی اون قیمومت در یک عرصه زمانی معین و در یک محدوده مکانی معین محصور میشه. هم زمانش محصور هست، هم مکانش محصور هست، هم توانش در قیمومت محصور هست، و در نهایت همشون اخص میشه. هر انسانی هر چی که داره در نهایت میذاره و میره. هیچ چیزی، هیچ فردی، هیچ قدرتی، هیچ حاکمیتی، هیچ سرپرستی دائم و پایدار نیست. برای اینکه بقا رو انسان بتونه برای خودش و داشته های خودش به نحوی استمرار بیشتری بده، خب میخواد فرزند، میخواد مثلا نماینده، میخواد مثلا الله متعال بی نیاز است، از فرزندم بی نیاز است، از خلیفه و جانشینم بی نیاز است، خودش حی هست و خودش قیوم هست. نه جانشین داره که براش اون محدودیت ها رو جبران بکنه، و نه نماینده یا فرزندی رو داره که باز هم محدودیت زمانی رو براش، عمری رو براش امتداد بده. الله متعال هی پایدار هست و قیوم دائم و قیمومت شامل رو بر جهان داره. در نتیجه معبود به حق فقط باید او باشه، لا اله الا هو. همه اون چی که ما داریم و همه اون چی که انسان‌ها دارند در واقع در اقتدار حی و قیومی هست که لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الارض. این دو صفت هم باز گفتیم که در شکلگیری محتوای توحید و یکتاپرستی نقش بسیار تأثیرگذاری داره و نقض کننده تمام باورهای مشرکین هست، باورهایی که در هر شکل و قالبی بخوان توجیه کنن با این وصف نقض میشه. یعنی الله متعال حی و قیوم هست، هیچ احدی نمیتونه ادعا بکنه که حی و قیوم. یکی از مدعیانی که اینها ادعا میکنن که خلیفه الله هست یا جانشین خدا هستند یا ولایت دارند در جهان به دست دارند که حیات دائم داشته باشند و قیمومت شامل داشته باشند. همه اینها زنده بودن و مردن. اونایی که ازشون میخواید عباد امثالکم، این الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم، بندگانی مثل شما بودند. فدعوه فلیستجیبو لکم، از اونا بخواید اگر واقعا اونها جوابتون رو میتونن بدن. اونا مردن، امواتون غیر و احیا، مردهایی هستن که زنده نیستند. و ما یشعرون ایان یبعثون، و چیزی هم اطلاعی ندارن که کی دوباره زنده میشن.
اونها هم از این دنیا هیچ اطلاعی و از نهایت عاقبت و اسرار این جهان از غیب این جهان اطلاعی ندارن. غیب در دست الله متعال هست، قیامت که غیب هست در اختیار او هست. این دو صفت که باز هم در خاتمه یا در زمین دو آیه سوره بقره و سوره آل عمران میاد، باز هم تأکید کننده مفهوم توحید و یکتاپرستی یا لا اله الا الله هست که ما بهش اشاره کردیم. دو صفت دیگری که باز هم موازی با این دو صفت در شکل گیری محتوای توحید و یکتاپرستی میتونه نقش داشته باشه و بعد تأثیرش تأثیر مستقیم هست، دو صفت عزیز و حکیم هست، مثل دو صفت الحی و القیوم. دو صفت عزیز و حکیم هم به همین صورت مرتبط هست با یکتاپرستی و تفکر توحیدی. در دو آیه سوره آل عمران در خاتمه اونها که در واقع محتوای این دو آیه بر توحید قائم هست، خاتمه هر دو آیه با دو صفت عزیز و حکیم خاتمه پیدا میکنه که در آیه ششم سوره آل عمران الله متعال میگه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. او هست که در ارحام هر طوری که بخواد شما رو شکل میده و نیست معبودی به حقی مگر او، عزیز و حکیم او هست، تنها عزیز و حکیم او هست. و در آیه 18 سوره آل عمران هم دوباره شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. الله متعال گواهی میده که نیست معبودی به حقی مگر او، و ملائکه و اولو العلم هم با قسط و عدالت همین گواهی رو میدن که نیست لا اله الا هو العزیز الحکیم، عزیز و حکیم او هست. تناسب این دو صفت هم به همین صورت با توحید و یکتاپرستی برمیگرده به غالب بودن الله متعال در سلطه و حاکمیتش و حکیم بودن او باز هم در سلطه و حاکمیت. ما وقتی که صفات پروردگار متعال رو از نگاه توحید و یکتاپرستی بخوایم تفسیر و تحلیل کنیم، یکی از نکته های مهمی که در بحث یکتاپرستی مطرح هست اینه که ما نظامی رو داریم اطاعت میکنیم که اون نظام منبع او، این نظام از موجودی نشأت گرفته که این اون موجود غلبه مطلق بر جهان رو داره و حکمت مطلق رو در ذات خودش داره. وقتی که احدی در حاکمیت و سلطه با الله یکتا شریک نباشه و احدی به همین صورت شبیه او در حکمت و حکم مطابق با فطرت نباشه، در نتیجه احدی شایستگی این رو نمیتونه داشته باشه که در هر موقعیتی و در هر حالتی ما بخوایم از نظام و شریعت او اطاعت و پیروی کنیم. هیچ احدی این صلاحیت و شایستگی رو نمیتونه داشته باشه که ما در هر موقعیتی در هر حالتی از او بخوایم. هیچ احدی نمیتونه این صلاحیت و شایستگی رو داشته باشه که ما در هر موقعیتی در هر حالتی
به او پناه بگیریم، با هر زبانی، با هر فاصله‌ای، با هر مشکلاتی. همه موجودات یک حد و حسابی رو دارن، ولی در واقع الله متعال که بی حد و بی حدود حاکمیتش هست و حکمتش هست، او هست که در واقع صلاحیت و شایستگی یک تایی و پرستش مطلق رو داره. لا اله الا هو العزیز الحکیم. خب طبیعتا وقتی که ما به این اصل معتقد باشیم، غلبه رو از او بدونیم، هیچ چیزی رو از اختیار او بیرون ندونیم، نه به ما یأس و ناامیدی وارد میشه و نه هیچگاه از یاد او و از التجاء به درگاه او غافل میشیم و نه هم هیچگاه تردید و شکی در ما ایجاد میشه در اینکه حکم او و شریعت او منتهای حکمت هست. تسلیم به حکم او میشیم و حکمت رو در حکم او میدونیم. خیلی موقع هست که ما مواردی رو داریم که بر اساس تجربه ناقصی که انسان داره یک سری قوانین رو بشر میذاره، ولی این قوانین در هر کشوری، در هر جایی یک قالب معینی رو داره. بشر تجربه ای داره، مثلا برای پیشگیری از تعدی و ظلم حقوق مالی، اون کسی که دست به اختلاس یا تجاوز به حقوق دیگران یا دزدی کرد رو مثلا زندانی کنه. جایی زندانیش طولانی هست، جایی کوتاه هست، و بر حسب نوع دزدی زندانی ها و زندان ها مختلف هست. شریعت که از منبع حکمت تغذیه میکنه و نشأت گرفته هست، میگه دست دزد رو قطع کنید. خب این حکم شاید خیلی خشن باشه و شاید خیلی برامون دشوار باشه، ولی واقعیت این هست که اون عزیز و حکیمی که فطرت انسانها رو و طبیعت خلقت رو ایجاد کرده، او هست که صلاحیت و شایستگی این رو داره که حکمی رو بده که اون حکم بتونه پیشگیرانه باشه و معالج مشکلات حفظ حقوق و در قبال تعدی بر حقوق انسان ها باشه. به همین صورت اللهی که خالق هستی هست، عزیز و حکیم هست، حکمی رو به عنوان قصاص گذاشته. خب در ظاهر خب قصاص یک نوع رفتار خشنی هست، ولی وقتی که برمیگردیم به اصل و منبع این نظام که الله عزیز و حکیم این نظام رو گذاشته، میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. شما در ارتباط با زندگی یک فرد دارید حس رعفت بهتون دست میده که یک نفر در معرض قصاص هست، ولی در فکر حفظ انسان و انسانیت و حقوق حیات جامعه انسانی نیستید، متوجه اون نیستید که همین حکم هست که حفاظت در واقع نفس ها رو میکنه. یک مورد یا یک اتفاق اگر برخورد متناسب و حکیم باش بشه، میتونه جلوی تمام موارد مشابه این اتفاق رو بگیره. اما وقتی که برخورد متناسب نمیشه، خب میتونه همون اتفاق مکرر صورت بگیره و هیچ نوع حل و علاجی رو نشه براش پیدا کرد. به هر حال
مجموعه اون چی که ما به عنوان احکام میدونیم در هر زمینه‌ای، چی میخواد فردی باشه، چی میخواد اجتماعی باشه، چی میخواد خانوادگی باشه، همه اینها رو میگیم از منبعی هست که اون منبع عزیز و حکیم هست و قابل تسلیم شدن و پذیرفتن هست. نکته دیگری که باز هم به همین صورت در از صفات پروردگار متعال در ضمن محتوای توحید در آیات قرآن کریم مشاهده میشه، رب العرش بودن پروردگار متعال است. رب العرش بودن پروردگار عرش. در خاتمه آیه 116 سوره مؤمنون به 26 سوره نمل، در هر دو اینها میبینیم که بعد از توحید و ذکر یکتایی پروردگار متعال، معبود یکتا بودن او الله متعال، یادآور میشه که هو رب العرش الکریم. هو رب العرش، آیه 26 سوره نمل میگه هو رب العرش العظیم. اگر ما در آیه 116 سوره مؤمنون تأمل بیشتری کنیم که در خاتمه این سوره هم هست، میبینیم که این آیه در ضمن سیاقی اومده که در اون سیاق به چالش میکشونه فکر و اندیشه کسانی رو که این نظام آفرینش رو بیهوده و بی هدف تلقی میکنن و نهایتی رو براش در نظر نمیگیرن که اینجا عاقبتی هست و نهایتی هست که به اون نهایت و عاقبت باید حتما همه منتهی بشن. میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا فکر کردیم که شما رو بیهوده خلق کردیم، یعنی شما رو آفریدیم و رها کردیم و هیچ نوع کنترلی و هیچ نوع نهایت و هیچ نوع عاقبتی و مسیری رو براتون تعیین نکردیم، آفریدیم و از دستمون، از سلطه ما خارج هستید و به همین صورت رها شده، به هر سمتی بخواید میتونید برید و برنمی گردید، در اختیار ما نیستید، به ما بازگشتون در اختیار ما نیست، انکم الینا لا ترجعون، فتعال الله الملك الحق. الله متعال والا مقام هست، ملک حقی که ما این چنین نسبتی رو به او بدیم که آفریده ای رو ایجاد کرده و هیچ اختیاری و سلطه‌ای بر اون نداره و هر کار بکنه نمیتونه هیچ بازخواستی بکنه و همه رو با هم در یک نهایت مجهولی قرار بده. الله متعال والا مقام هست و شایسته مقام الهی نیست که این چنین نسبتی بهش داده بشه. لا اله الا هو، معبود به حق او هست. خلقت در پی اون عبودیت هست، خلقتی که هدفمند هست و در چارچوب عبودیت مسیر طی میکنه. لا اله الا هو، هو رب العرش الکریم، اون هست صاحب عرش و حاکمیت و سلطه‌ای که کرم و لطف او در اون عیان و آشکار هست. در ادامه خوب هشداری هست برای کسانی که اطاعت بندگی الله متعال رو بی توجه هستن، فکر میکنن که هیچ گونه حساب و کتابی براشون وجود نداره. این خاتمه یا این صفت رب العرش بودن پروردگار متعال در پی تأکید بر یکتا پرستی و یکتایی رب ذوالجلال در عبودیت باز هم
نکته دیگه یا جنبه دیگری هست از مفهوم توحید که باید در ذهن هر انسانی به طور دائم و پایدار وجود داشته باشه. الله متعال سلطه و حکمیتی که در اختیار داره مرتبط با تمام خلائقی هست که لحظه به لحظه ایجاد میشن و لحظه به لحظه حد و حدود حیاتشون پایان میپذیره و میرن. در هر ثانیه، در هر چند صدم ثانیه، هزاران هزار موجود به وجود میان و هزاران هزار موجود هم وجودشون و مدت زمانی حیاتشون خاتمه پیدا میکنه. مالک این عرش و این حاکمیت و این سلطه که خالق هستی هست بر این عرش او قرار داره، در اختیار او هست این عرش، هیچ احدی هم با او در این عرش شریک نیست. او هست که شایستگی اینو داره که عبادت بشه، بندگی بشه، به او التجا بشه، در مقابل او مظاهر عبودیت اعمال بشه. باز هم وقتی که ما این تصور رو در ذهن خودمون زنده نگه می‌داریم و در هر حال و در هر حالت رب العرش عظیم و رب العرش الکریم رو در ذهن داریم، به طور طبیعی خب یک تا پرستی و یک تایی یک امر دائم و پایدار در فکر ما، در اندیشه ما، در رفتار ما و در عبادت ما در قبال الله متعال میتونه باشه. آخرین موردی که باز هم خواستم در ارتباط با همین محتوای توحید، صفات پروردگار متعال رو دقیق بشیم، دعای 22 و 23 سوره حشر هست که اینها رو ما در ضمن صفات مختلفی که در این دعای اومده هم بررسی کردیم. دوباره با این نگاه جمعی باز هم میبینیم که اساس پایه مجموعه ای از صفاتی که بعد از توحید میاد، مجموعه از این صفات که در خاتمه این آیات میاد مرتبط میشه با توحیدی که اساس و محتوای اساسی و بنیادین آیه هست. آیه 22 و 23 سوره حشر هر دو اینها آغازشون بر همین هست. الله هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله الذی لا اله الا هو، یک تایی نیست معبود به حقی مگر او، هیچ احدی با او در این امر مشارکتی نداره. هو الله الذی لا اله الا هو. در ادامه این اصل یا در ادامه این محتوای بنیادین قرآنی که توحید هست، در آیه 22 الله متعال میگه عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. ما این دو صفت رحمان و رحیم رو در اولین آیه هم بررسی کردیم و این هم آخرین آیه هست که هم باز هم پیوند میخوره و گفتیم که محبت ما در بحث عبودیت بر مبنای رحمت الهی و شناخت رحمان و رحیم در واقع شکل میگیره. صفت عالم الغیب و شهاده باز هم مبنای الوهیت یکتای پروردگار متعال رو برامون تعریف میکنه که موجودی که تنها موجودی که شایستگی عبودیت رو داره اون کسی هست که هم غیب رو میدونه هم شهادت رو میدونه و رحمان و رحیم هست.
اون اللهی که شایستگی اکتایی عبودیت رو داره او هست که ملک هست، قدوس هست، سلام هست، مؤمن هست، مهیمن هست، عزیز هست، جبار هست، متکبر هست. ببینید این صفات که در واقع همشون جمعی از مجموعی از صفات به هم پیوسته‌ای هست که همشون بر محور توحید و یکتاپرستی دور میخوره، الله متعال برامون به این صورت معرفی میکنه که حاکمیت در اختیار او هست، ملک هست، قدوس هست. در این حاکمیت هیچ گونه نقصی در این حکومت، در این اداره این حکومت هیچ گونه نقصی بر اون وارد نیست، وارد نمیاد. امنیت، منبع امنیت رو برای همه فراهم کرده، سلام هست و به همین صورت منبع صلح و آرامش رو هم او ایجاد کرده که سلام در واقع صلح و آرامش و عدم وجود درگیری هست و مؤمن ایجاد امنیت هست. هر دو اینها در یک راستا، یکی نفی تنش هست و دومی هماهنگی و همسویی رو پدید میاره. مؤمن همسویی رو ایجاد میکنه و سلام تنش رو رفع میکنه، تنش زا هست. المهیمن سلطه در اختیار او هست و اون سلطه غالبی هست، عزیز هست که هیچ سلطه فراتر از اون نیست. الجبار هست، المتکبر، سلطه ای که هیچ احدی نمیتونه بر بالاتر از او حکم ده و بزرگتر از او هیچ احدی نیست، متکبر هست. سبحان الله عما یشرکون، پاک هست الله متعالی که شرک میکنن. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اون هست خالقی که ایجاد کرده خلق رو با اشکال مختلف و با صورت‌های مختلف، از اصل اونا رو پدید، اصلی پدید آورده بی مثال، بارئ هست، مصور هست، هر کدومشون با شکلی. له الاسماء الحسنى، اون هست که اسماء حسنا رو داره. یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، همه اون چیزی که در آسمان ها و زمین هستن تسبیح او رو میگن و عزیز و حکیم هم در واقع او هست. با این خاتمه ای که ما در این سه آیه سوره حشر تونستیم تصویری داشته باشیم از ارتباط محتوای توحید با صفات الهی، ما رو به این نتیجه میرسونه که به هر اندازه ما در ارتباط با این صفات و در محتوای این صفات تدبر و تأمل بیشتر داشته باشیم، به همون اندازه توحید و یکتاپرستی رو به معنای درست و بهتر خواهیم تونست بفهمیم و وظیفه خودمون رو هم در مقابل این فهم و این باور عملی کنیم. و به هر اندازه ما در این باب بی توجه باشیم، به هر اندازه ما نسبت به این موضوع اونطوری که باید و شاید تأمل کافی رو نکنیم، به اون اندازه نسبت به توحید و مفاهیم توحیدی بی توجه خواهیم موند و در تصورمون ضعف و به همین صورت نقص وارد خواهد اومد. امیدواریم که بتونیم باز هم با تأمل بیشتر در هنگام تلاوت قرآن، در هنگام تدبر و تأمل آیات قرآن بتونیم بیشتر با این مفاهیم
فکر و اندیشه خودمون رو عجین کنیم و مسیر فعالیت های زندگی خودمون رو به همین صورت به طور جدی در راستای عبودیت و یکتاپرستی جهت بدیم. در هر موقعیتی، در هر شرایطی، حاکمیت و سلطه عزیز و حکیم و رحمت رب ذوالجلال رو بیاد داشته باشیم و اون رب العرش العظیم در هر موقعیت بدونیم، مهیمن او رو بدونیم و به همین صورت مؤمن و سلام و جبار متکبر در اختصاص به او بدیم و در این میان عبادت و اطاعت او رو آنطوری که شایسته است انجام بدیم. اگر ما این مفاهیم رو به درستی در ذهن خودمون داشته باشیم، بعد بیستیم در مقابل پروردگار متعال و دست تکبیر و تسلیم رو بلند بکنیم، بگیم الله اکبر، به نماز بیستیم، دست تکبیر رو بلند بکنیم و بگیم الله اکبر، به رکوع بریم، دست تکبیر رو بلند بکنیم و بگیم الله اکبر، به سجده بریم و به همین صورت تمام فعالیت های خودمون رو به این صورت انجام میدیم، با این پیشینه فکری و ذهنی حتما عبادتمون ثمر بخش خواهد بود و به همین صورت تأثیر گذار در همه عمل کرد روزمره ما خواهد بود و چراغی بر فراز مسیر زندگیمون خواهد بود. متاسفانه وقت کمیمون از برنامه که شاید نتونیم پاسخی به سوالات داده بشه همشون. یه سوالی دوستان اومده میگه شما در برنامه پیشین گفتید که انتخابات یک بازی هست، ولی ما در نتیجه این انتخابات در واقع یک حکومتی رو داریم که اون حکومت رو اگر درست رأی بدیم میتونیم افراد شایسته رو بیارین کن، افراد مسیر زندگی مردم رو عوض بکنن. من گفتم این انتخابات در واقع بازی هست، به خاطر اینکه این مسیری که شما میگید با انتخابات تغییر نمیکنه. دموکراسی که اینا شعارشو میدن در طول 40 چند سال عملا جواب نداد، یعنی عملا کسی انتخاب نشد که مردم خواستن و شایسته بودن. کسانی که خودشون خواستن انتخاب شدن، در نتیجه در نهایت مسیر عوض نمیشه. یعنی همونایی که حکومت در اختیارشون هست، چه شما رأی بدید و چه ندید، در واقع حکومت خواهند کرد. اما وقتی که شما رأی میدید، مشارکت میکنید، براشون تاییدیه میدید و بهشون در واقع یک نوع بهانه ای رو میدید که حکومت حکومت مردمی هست و این بهانه دادن یا این حجت رو به دست مستبد دادن خودش کار درست نه تنها نیست، بلکه کمک و یاری برای استبداد هست. دوری جستن، تبری جستن، فاصله گرفتن از حاکمیت جور و ستم و شرک در این چنین مواردی بر هر انسان مسلمانی واجب هست، تا اینکه برای همه روشن بشه که اینها مستبد هستن، این حکومت هیچ ربطی به مردم نداره و استبدادشون نشأت گرفته از خودشون هست و هیچ ربطی هم به آرای مردم نمیتونه داشته باشه. با این براءت جستن و فاصله گرفتن هست که حداقل شما بری از ذمه میشید و این حداقل وظیفه ای هست که میتونید انجام بدید. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.